امروز در بخش حال شما در رابطه با بیماری هموفیلی صحبت میکنیم. شاید شما اطلاعات کم و بیشی داشته باشین در مورد این بیماری، اما امروز اطلاعات کاملتری در بخش حال شما بر شما خواهیم داد و مهمان ما هم دکتر ذکرالله فخرزاده هستند در این بخش. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام خدمت شما و سلام خدمت بیننده های عزیز که امکنون ما رو میبینند و صبح شما هم بخیر. بسیار خوش آمدین. سلامت باشین. بین کمی بیشتر در رابطه با این مریضی بگوید و ما هم میخوایم که معلومات ما بیشتر شود، چون مریضی است که قابل درمان هم فکر کنم بسیار کم است. بله، مریضی هموفیلی یکی از مریضی های هرسی خون است که از طریق والدین انتقال میکنه و طفلشان عموما یک مریضی ژنتیک است که از طریق ژن انتقال میشه و این اصلا از کمبود فاکتورهای تعثری خون به میان میاد، یعنی فاکتورهای تعثری که همه اشخاص نرمال در وجود خود دارن تا 1% نرمال پیش از اینا کم میباشه یا یکی نمیباشه. ما این مریضی را به 3 کاتگوری داریم، یعنی مریضای شدید هستن، متوسط هستن و خفیف هستن. کسایی که همین فاکتورها را فاکتور 8 و 9 که باید بگویم اول نویت هموفیلی که هموفیلی ای داریم، بی داریم و سی که در افغانستان همین دو نو شایی است، بلا در افغانستان دو نو زیادتر است که نو ای تقریبا 90% مریضای هموفیلی را نو ای تشکیل میده، گو از کم بود فاکتور 8 است. علت تشکیل از چی است دکتر سید؟ خب گفتم یک مریضی ارسی است و از امیک از والدین تولد میشن این انتقال میکنه و امی طفل هموفیلی همی فاکتور نمیتونه وجود خودش تولید کنه، بنانی نیاز داره که فاکتور به شکل ساختگی یا تزریقی بگیره که متاسفانه این فاکتور هم در بازار قیمت بسیار بلند داره و تهیه از این کار مشکل است برای مریض ها. و چون این مریضی است که قابل کنترل است با می دوا، اما یعنی شخص مریض مجبور است که در تمام عمر از این فاکتور استفاده کنه، چرا مریضی نیست که با یک بار گرفتن فاکتور کاملا ساعتی هم شد. خب این مریضی است که با تحت کنترل باشه. این بیماری علائمش چی هست؟ یعنی شخص چه زمانی متوجه میشه یا اعضای خانواده یک فرد چه زمانی متوجه میشه این که بله فلان شخص خانه ما بیماری هموفیلی داره؟ بله، عموماً اطفال نوزاد وقتی پیدا میشن چون مریضی ارسی است همی که شروع به حرکت میکنن یا مفتن یا همی که والدین متوجه میشه که خونریزی های تحت جلدی به شکل کبود زیر جلد دیده میشه که اینا مراجعه میکنن به مراکز صحی و شاکی میباشن که این قسمت ها وقتی معاینات پیششون صورت میگیرن دیده میشه که نمی یکی از مریضی خون است که او هم چون مریضای خون تعدادشان زیاد است، اما شکلش وقتی تشخیص شد که هموفیلی است باز تشخیص میشه که از کدام کمبود فاکتور ای است، یا کمبود فاکتور 8 است یا فاکتور 9 که بعدا هموفیلیش تشخیص میشود و سوی فاکتور وقتی تعیین شد معلوم میشه که مریض شدید هموفیلی است یا خفیف. بله دکتر صاحب، در صحبت مزاد میخوایم در زنان و مردان هم تفاوت داره این مریضی؟ بله، چون این مریضی از طریق کروموزوم اکس انتقال میشه و اکثر پیش بچه ها و دیده شده پیش خانم ها بسیار نادر هستن، چرا اونا یک جن سالم دیگه می داشته باشن به او خاطر پیش خانم ها بسیار نادر است و اکثر این مریضی است که پیش بچه هاست. خب همینطور که شما هم اشاره کردین دکتر صاحب، گفتین که پدر مادر میتونن که این بیماری را برای کودکشان انتقال بدن. بله. وقتی آیا امکان داره که پدر و مادر اگر مادر یا پدر دچار این بیماری هست تداوی را دنبال کنه و بعدا کودکی را که به دنیا میرن او بیمار نباشه؟ اکثرا بله، این مریضی ژنتیک است که از طریق مادر خود سر انتقال میشه و مادرها اکثرا چون خودشان ای تکلیف به شکل دارن که خودش نمیفهمه، یعنی ژن است که بارز نیست، مخفی است، بارز نیست، به خاطر خودش دچار کدام مشکل نمیباشه و اگر باشم قابل علاج نیست به خاطر از اینکه مریضی ارسی است و ارسیت جلوگیری شده نمیتونه، غیر از اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا قبل از اینکه طفل تولد شه او را در بدن مادر سمپلگیری میکنن و تشخیص میکنن که طفل هموفیلی بار میه یا نه، اما این در کشور ما متاسفانه تا بال ما امکانات نداریم. بله دکتر صاحب، یک تعداد به این باور هستن که میگن کسایی که مثلا با دختر خاله بچه خاله
خیش و قوم خود مثلا عروسی میکنن، ازدواج میکنن، مصاب به این بیماری میشن. آیا واقعیت هست؟ خب چون مریضی ژنتیک مریضی ارثی است و عموما در یک فامیل این مریضی باشه، اگر پدر و مادر اردوش از یک فامیل نزدیک می باشن و اردوش مثلا دختر عمه و بچه، بله بله، اردوش ها این ژن دارن، سابقه موفیلی در خانواده خود دارن، وقتی اینا ازدواج میکنن پیش از اینا امکانات زیاد میره که طفل موفیلی بار به. اگر اینا دورتر ازدواج میکنن، فرزن مادر سالم می باشه، پدر هموفیل است، باز این چانس بسیار کم داره یا اکثرا نمی. و اگر مادر ژن هموفیلی داره که به شکل بارز نیست و این دورتر ازدواج میکنه، بازم شانس کمتر میشه، اما کاملا این رد شده نمیتونه، اما شانس کم میشه. خب در مورد درمان این بیماری بر ما بیشتر معلومات بدین. خب درمان هموفیلی قسمی که قبلا گفتیم، چون پیش از اینا کمبود فاکتورها می باشه و اون فاکتور که تشخیص شد، مشخص شد که مریضی هموفیلی از کدام نوع است، اما فرض کنم فاکتور 8 اینجا زیادتر مریضای هموفیلی ما نوعی است، اینا ضرورت پیدا میکنن به گرفتن فاکتور و این فاکتورها به شکل تزریقی پیدا میشه و در بازار خب بسیار کم است، قیمت است، اما خوشبختانه انجمن ما از مدت که کار میکنه یک مقدار فاکتورهای به شکل کمکی از کشور ایتالیا دریافت میکنیم که بسنده نیست. مریضای مشاهده طالب شنوان ما در سال یک بار دریافت میکنیم که 6 ماه ما رو کفایت میکنه، با 6 ماه دیگه ما به دوام میمونیم. این مشکلات داریم، اما این فاکتورها به دسترس ما قرار میگیره. ما وقفاً تا وقت این مریضای خود کاتگوری کردیم، مریضایی که شدید هستن اونا را همیش برشان تزریق میکنیم به شکل وقایعی که اینا قبل از اینکه کدام دچار مشکل شون این فاکتور میگیرن و مثل یک شخص سالم زندگی میکنن. بله سرجان از فاریاب سلام تقدیم کرد، اگر چه سوالشون هم پاسخ داده شد ولی یک بار دیگر میخواد که بدانه آیا این مریضی ارثی بوده میتونه؟ بله این مریضی ارثی 100% مریضی ارثی است و از طریق ژن انتقال میشه، مریضی نیست که سرایت کنه، مریضی ساری نیست به هیچ شکل. یعنی مریضای ما بعض جایی که سطح آگاهی کمتر است از مریضا شاید دوری کنن یا اینا رو به شکل فکر کنن که یک مریضی ساری داره، قطعا این مریضی ساری نیست و به شکل ارثی هیچ سرایت نمیکنه. درمان خانگی هم برای بیماران هموفیلی وجود داره؟ نه خیر، کدام درمان خاص غیر از گرفتن فاکتور، چون کم بوده از این فاکتور است که در وجود پوره شوه و خون به شکل نرمال جریان پیدا کنه و هیچ وقت اگر شخص دچار کدام صدمه هم میشه خون ریزی پیش رخ نده، او در وقت است که فاکتور کامل باشه و جای فاکتور دیگه هیچ چیزی نمیگیره. بله چه زمانی دکتر صاحب برای دکتری مریضا مراجعه بکنن؟ خب این مریضا وقتی که تشخیص شدن ما بر از اینا یک کارت ویزیت کارت میدیم و تشخیص میکنیم که مریض اگر مریض شدید باشه، اینا قبل از اینکه ماده ما وقتی فاکتور موجود باشه پیش ما میان یا پیشتر از او ما برشان تزریق میکنیم و اگر دچار دردای مفاصل میشن، چون یه زیادتر مرتروز میته خونریزی های داخل مفصل پیدا میشه پیشون درد، همزمان یا به خونریزی ها صدمه پیدا میکنن و مراجعه میکنن و فاکتور تزریق میشه. رای پیشگیری هم وجود داره بخاطر این مریضی؟ رای پیشگیری فقط گرفتن فاکتور است، همین فاکتورهای تأثیری رو بگیرن مریض که خوب باشه، یعنی وجودش فاکتورش تکمیل باشه، اگه صدمان ببینه کدام مشکل برشه. این پیشگیری از این نیست که یعنی مریض هموفیلی 100% چی شو و قایش و کیدر نگیره، چون مریض ژنتیک از جلوش گرفتن. عوارضی هم داره بیماری؟ بله متاسفانه، چون یک مریضی است که خون ریزی دهنده است و خون یک مایع حیاتی است، اگر مریض ما صدمه میبینه یا دچار کدام مشکل میشه یا ضرورت به ایجاب میکنه که عملیات های جراحی پیش اجرا شوی، 100% خطرناک است، چون خون از اینا توقف نمیکنه. برای این مریض چند مرحله باید مراجعه بکنن از دکتر سن؟ اینا مریض های شدید ما همیش مراجعه میکنن، چون این اگر فاکتور در برشان افتگه کی وقت گذاشته میشه یا
ما یک بار میاین و خب منظور مشکل اینجاست که این فاکتورها قیمتی است و ما به او حد وافر نداریم. اگر داشته باشیم شاید این مریضا حداقل باید یک دانه فاکتور در اتاق خود در یخچال خود داشته باشن، چرا دفعتا اگر کدام مشکل پیدا میشه باید دسترسی داشته باشن. اما ما نمرات تلفن خود در کارت از اینا برشان دادیم که هر وقت مشکل پیدا میکنن زنگ میزنن یا مراجعه میکنن برشان فاکتور تزریق میشه در صورت که فاکتور موجود باشه. اما حال یک سلسله مشکلات است که فاکتورها بعض وقت دیر میرسه و این مشکلات داریم کنم. چرا فاکتور زیاد است؟ یک چیز است مراکز درمانی که به ولایت ها هستن، کلینیک های سی که در ولایت ها هستن، اونجا هم میتونن مراجعه بکنن. هست مثلا امکاناتش کنجا هم درمان شون؟ متاسفانه که کدام مرکز مشخص در ولایت نداریم تا فعلا، اما تمام مراکز ولایت شفاخانه اونا دکتر صاحبای که هستن بلدیت دارن با این مریضی مشکل نیست. اگر ادویه در اختیار نداشته باشن اونا حداقل میتونن با گرفتن خون تازه از یک شخص نرمال که طبعا این فاکتورها در خون نرمال شخص موجود است این تا حد جلوگیری میکنن و بعدن مریض ریفر میکنن به کابل. و اینکه خیلی از هموطنانمون شاید یعنی فکر میکنن که اگر برن به بیرون از افغانستان شاید اونجا تداوی وجود داشته باشه. در بیرون از افغانستان هم همه طور یک تداوی وجود داره؟ بله، سوال بسیار خوب کردین که اکثر مریضای ما همی تقاضا رو میکنن، چون این یک مریضی است که همیش نیاز به کنترل داره. این تداوی قطعی در کل دنیا وجود نداره، به خاطر اگر خارج هم میرن اینمی تداوی است و اینمی فاکتور است، دیگه هیچ راه اضافه تر از این نیست. جناب دکتر صاحب، بعضی ها که آگاهی پیدا میکنن مثلا با می مریضی سردوچار شدن، مصاب شدن و نگرانیشان بیشتر میشه و به فکر میرن، تشویش میکنن، آیا آنقدر که فکر و تشویش میکنن قابل تشویش است؟ اگر امکانات موجود باشه، خوشبختانه حال نسبت به سابق بسیار بهتر شده، امکانات موجود است، تشخیص صورت میگیره فرزند دکتر صاحب ما و اینجا فاکتورها پیدا میشه، همین فاکتورهای تأثیری که قبلا نبود در بازار قطعا پیدا نمیشد و کمکیش هم قبلا نبود، بعد از قبل از 6-7 سال این مشکلات بود. حالا هیچ نگرانی وجود نداره، چون وقت دوام موجود باشه 100% قابل علاج و وقایع است. ولی برنامه آگاهی دی چقدر میتونه کمک بکنه برای این افراد اشخاص؟ مثلا برنامه آگاهی دی 100% کمک کننده است، چون خانواده سطح آگاهی پایین تر است، همین ازدواج های نزدیک سبب عظیم میشه که طفلایشان اکثرا 3-4 طفل موفیلی بار بیه. اگر ازدواج ها دورتر باشه همه قدر شانس کمتر میشه، میشه یک طفل اگر موفیلی بیه دو طفل دیگه سالم تر باشه. این آگاهی و همی که یک مریض موفیلی رو چه قسم مراقبت کنن که نفته و جای صدمه نبینه. اگر صدمه ببینه دکتر صاحب چی میشه؟ کمک های اولیه چی است؟ هر جایی که صدمه میبینه خونریزی از این توقف نمیکنه، این به شکل نرمال نیست، به هیچ وجه، تا که در مرکز میرسن و اینا فاکتور تزریق میشن بعدا خونریزی توقف میکنه، تا او زمان یا خونریزی دارن. اگر این از مرکز دورتر میباشه 100% خطر است. گیره ما همیش از والدین هم تقاضا کردیم که متوجه اطفال خود باشن و حتی از مکاتب و معلم صاحبا از اینا حداقل این اطفال که میفهمن ایموفیلی است و خودشان میگن کارت بهشان موجود است، اینا را از این ازدحام وقت رخصتی و می که زیر پای نشن از اینا محافظت کنن، کمک شون. خیلی هم سپاسگزار هستیم جناب دکتر صاحب فقیرزاده. سلامت باشین. تشکر. خوش آمدین. ما وقفه میگیریم، پس از وقفه در بخش گم شده برمیگردیم.